اناونسمنت همون میذارم و در قسمت دیگه ای و میخوام که همینجا خوش آمدی بگم و تشکری کنم از مهمان عزیزم آقای مسعود بصیریان. آقای بصیریان بسیار خوش آمدید. خیلی شادم. اولین باره که شما در تیوی ایرانی مثل که دارین قبول کردین دعوت ما رو اومدین، تا حالا کجا بودین آقای بصیریان؟ در اصل سالیان گذشت و این اولین باره که بنده در تلویزیون رسانه های ایرانی خدمت عزیزانی در ایران، اروپا، آفریقا، آمریکا، استرالیا و این رو از نیکبختی میدونم و سپاس از مهر شما خانم رحمانی عزیز که بنده ایشون رو شاه پرک صدا میکنم و سپاس. ولی قبل از هر چیز یک پوزش میخوام بطلبم و اونم اینه که این برنامه رو بنده نیمی به فارسی و نیمی به انگلیسی، مخصوصا برای اون عهدی که در برنامه گذشته داده شده به اون سری از کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن و چه American Persian، چه European Persian، Australian Persians، African Persian و Asian Persians هستن، این برنامه رو با این عشق و به این امید که اونها پای تلویزیون نشسته باشن و این برنامه رو که ما تقدیم کردیم به فلسفه مولانای رومی، این رو درک بکنن به زبان فارسی و انگلیسی. ولی قبل از هر چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم خانم رحمانی، تا وقتی که چیزی نوبتش نرسه امکان پذیر نیست و شما این رو به عنوان یک مستر کاملا آگاهی دارین بشه. اون سیب که بر درخت چنگال زده تا وقتی که آفتاب نبینه و تا وقتی که نرسه به زمین نخواهد افتاد. و از چیز دیگه که خدمتتون عرض کنم، مسئله قضا و قدر هست. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. چرخ گردون را قضا گمره کند، صد عطارد را قضا ابله کند. I turn into English, and that's mainly for those beloved ones that they are sitting right by the side of the television. Those Persian, American, American Iranians, European Iranians, Australian Iranians, African Iranians, Asian Iranians, that they're sitting at that side, at that right where they are. And of course, this program is dedicated to you, and that is mainly because you are the one who's going to carry the rich culture of Iran and Persian culture that we have in Iran. بنده در این لحظه باید خدمتتون عرض کنم که در عرض 15-16 سال گذشته کارهایی که کردم، در تلویزیون‌های آمریکایی شرکت کردم، سمینارهایی که گذاشتم و به مدرسه ها رفتن و این تشنگی مولانا رو برای این افراد در دنیای غرب هدیه بردم. تشنگی شد یادم از داستان مرد تشنه‌ای افتاد که مولانای رومی عزیزمون این رو گفتار میکنه. I have to turn back again to English. So, for the past 15-16 years, I've had the pleasure of being in the Western world through the television,
through seminars and going to schools and talking to the Western world from their viewpoint of understanding the depth and the philosophy of Rumi. We talked about thirst, which it is one of the main sources of every single philosophy in life. If you are not thirsty, you do not have the desire to search. I just remembered a story, a beautiful story, that Maulana Rumi talks about a man who sits on top of a tall wall, brick and rock and stone wall. This thirsty man was observing a beautiful stream of water running by the wall and not being able to reach that stream of water. What the man did instead, the desire of thirst made him to grab every single stone and brick and throw it at the water. Each time that he did that, the sound and the splash of water was giving him the desire of getting water out of that stream. Mm-hmm. And he did it so much that practically this huge wall, it just came lower and lower and lower and finally reached the water that we see in the back. In Rumi philosophy, water is knowledge. داستان مثنوی مولوی رومی عزیزمون رو خدمتتون عرض کنم. مردی تشنه بر بالای دیواری نشسته. پایین دیوار نهر زیبای آب و نرسیدن به اون آب مرد رو مجبور کرد که با این چنگال و پنگال چنان این دیوار رو خورد بکنه و با کوچکترین و بزرگترین سنگ انداختن به اون آب. صدای آب باعث شد که وجود اونو برهم بده. اینقدر این کار کرد که ناخودآگاه دیوار پایین آمد و اون آب رو در اونجا لمس کرد. چقدر زیبا. آقای بصیری، من همینجا برام یه سوال به وجود اومد. خواهش میکنم. آیا فکر میکنین که با وجود اینکه الان ما این همه ورایتی در انتخاب داریم، حالا اون آب فقط یک خواسته محدودی بود، آیا این درسی که شما صحبتشو میکنین واقعا میتونه در ما به وجود بیاد با وجود تمام امکاناتی که الان چه خودمون داریم چه جهان هستی در اختیارمون قرار میذاره؟ اون درس از کجا میاد؟ این تشنگی از اون لحظه‌ای که ما به عنوان نوزاد وارد زمین میشیم، وارد این کره زمین به وجود میایم، این تشنگی درمون وجود داره. چگونه شما میبینین که یک طفل، یک نوزاد که در یک دو ثانیه، یک نیم ساعت زیست با چشم بسته میدونه دقیقاً سینه مادر کجاست و مکیدن از سینه مادر به عنوان شیر وجودش که تشنگیشو ملهم بده وجود داره. خانم رحمانی، تشنگی از آغاز زیست بشری با ما بوده و از طرفی روشنایی و تاریکی اونها هم همینطور. وقتی که نگاه میکنیم روشنایی و تاریکی هر دو یک سابستنس هستن، فقط وجود یک پنهان شدن چیز دیگه میشه و پنهان شدن یکی دیگه وجود دیگه. اینو باید شاید به انگلیسی هم خدمتتون عرض کنم. The question was this, that is it possible that thirst applies to every single being? And the answer is, from day one that we born as an infant,
In the first few hours of our existence, we know exactly where the breast of mother is and how to suck upon the breast in order to get the milk and that thirst and that desire. So it is all hidden from the concept of existence. سوالی که برای من ببخشید به وجود میاد اینه که برام جالبه بدونم خب این درس که قاعدتاً با وجود اینکه ما انسان‌ها همه در مسیر رشد هستیم از نظر روحی بله. قاعدتاً باید مرتب بیاد در مسیری که ما رو بهتر بکنه بله. وقتی اینو نگاه می‌کنیم اونجایی که این درس رو در انسان‌ها می‌بینیم برای از بین بردن خودشون و جامعه اونو چگونه میشه تعبیر کرد با به اصطلاح اون درسی که مولوی میده با اون باوری که شما بله ببینید تشنگی با رشد فکری آغاز میشه و یادم از یک جمله کوچک اومد که میگه سپردم به تو مایه خیش را تو دانی حساب کم و بیش را این مسئله تشنگی که خدمتتون عرض میکنم در یک جرقه در زیست به وجود میاد این تشنگی که بنده و شما با هم دیگه گفتگو میکنیم این تشنگی که مولا در مولانای رومی به وجود اومد و همه چیز رو پشت سر گذاشت با یک جرقه آشنایی با یک مرد شمس ولی چیزی که خدمت میخوام عرض کنم اینا از تاریکی و روشنایی میاد یادم باز از یک جمله یک شعر بسیار زیبای مولانا رومی عزیزمون افتاد که میگه شب به هر خانه چراغی مینهند تا به نور او ز ظلمت می رهند When night arrives they bring a little lantern in order to get rid of the darkness اون تشنگی خانم رحمانی از تاریکی به وجود میاد و به روشنایی تبدیل میشه حالا چیز زیبایی که باز مجدداً این شعر ادامه خواهد داشت اینه که میگه آن چراغ این تن بود نورش ز جان نیست محتاج فتیله این و آن و غیره و غیره okay. وقتی که تشنگی میاد خانم رحمانی دیگه نه احتیاج به اون روغنی هست که در اون چراغ باید بریزن و نه احتیاج به فتیله هست نه احتیاج به اون وکسی که شمع رو درست میکنن نه احتیاج به اون نخ هست که بسوزه در اون شمع خب اون تشنگی اون تشنگی رو من میخوام ببینم چرا تو بعضی به وجود میاد و تو بعضی به وجود نمیاد چگونه میشه که افراد اگه این طبیعی باید باشه یا اینکه ما باید یه کاری بکنیم تشنگی به وجود بیاریم کدوم یکی در اونهایی که به وجود نمیاد ما اونها رو نمیبینیم اوکی ولی وقتی که اونها در یک نقطه از زیست بشری اون جرقه در وجودشون انجام میشه اون رو آتش میگیرن و اصولا اینجور افراد به مراتب در یک نقطه زمانی به این عشق و به این تشنگی خواهند رسید میتونیم اینو برگردیم به اون مسئله جبر و اختیار یعنی پس بنابراین بر این باور جهان هستی یک مقداری ما رو راهنمایی میکنه 100% 100% اختیار خود ما نیست در ایوالو شدنمون یا یعنی اینکه نه من یه جوری چون جبر... قضا آید پس یه جوری شما معتقد به این هستی که جبری در کار هست درسته یا شبد دانش بخواب محسیه گردد بگیرد آفتاب اینو شما بدونین وقتی که قضا و قدر میخواد بیاد در اون لحظه محسیه گردد
حتی اگر یک شب مهتابیه، ناگهان شب مهتابی پوشیده میشه و بگیرد آفتاب، ناخودآگاه کسوف و خسوف به وجود میاد و این مسئله به وجود میاد. خب آقای بصیرانی نازنین، اگر اینو قبول بکنیم، اونجایی که مولوی میگه من سلطان سلاطینم، اون قدرت، پس من خود من اعتباری دیگه نخواهم داشت. من اینو خود مشکل دارم با مولوی، چه البته بنا نبود مثل که این بحث باشه، ولی الان کشیده شدیم به این بحث. شما خودتون فرمودین، بذار ببینیم چی پیش میاد تو این یک سر که در با هم هستیم. واقعا برای من جالب شد این دیدگاه شما. پس مولوی باور شما اینه که جبر رو قبول داره، یعنی ما اختیاری نداریم تو این مسیری که داریم روش میکنیم؟ هیچ کس از سرنوشت خودش خبر نداره و اطلاع نداره. بنده اصلا فکرم هم نمی کرد که امروز میرسه و در حضور شما هستم، در حضور تمام عزیزانی که الان این لحظه دارن ما رو نگاه میکنن باشیم. این قضا و قدره. ولی یک چیزی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، با اون تشنگی که اول خدمتتون عرض کردم، بالاتر از اینها هست که ما میخوام حتی فکرشو بکنیم. یعنی وقتی که تشنگی میاد دیگه وجود وجود نداره. درسته، اون دقیقاً اون رو بنده از دنبال اون هستش، دنبال اون مسئله هستم که میخوام خدمتتون. چون وقتی شما نگاه میکنین میبینین که ما از چه ساخته شدیم، تن و روح. این دو عاملی هست که یکی متعلق به کهکشانه و یکی متعلق به زمینی. اون گفته که الان داشتیم صحبت میکردیم متعلق به زمینه. شاید اینجا رو باید یکم به انگلیسی هم بگم، به اون عهدی که کردیم به اون عزیزان. دقیقا فراموش میکنیم، بفرمایید. We were talking about the lantern. We're talking about getting that lantern, that light into a dark room, and all of a sudden replaces the darkness. And something that I really would like to share here with you, there are certain people amongst us right this very moment that they're petrified of darkness. And I would like to share with you, please don't. It is the lightness itself. It's just the absence of the light that creates the darkness. The absence of darkness that it creates the light. And the most important thing in Rumi's philosophy, human body is that lantern. Where it gets its burnings from, where it gets its light from two elements, two separate elements, جایگاه زمینی و جایگاه کهکشانی. Earth orientation and galaxy orientation. اون چیزی که انسان به زمین متعلقه همیشه پایبند زمین خواهد شد و اون مسئله روح به مراتب دائمی که اونجا شدیدیم. یادم از یک شعر افتاد که اینجا میگه، از شاعر عزیز افغانی هست که میگه ای مشت گل، غرور بی جای تو چیست؟ یک لحظه به خود نگر که معنای تو چیست؟ ببینیم که معنای ما به راستی چیه. بسیار ممنون آقای بصیرانی، اجازه بدین که ما برای یک تبلیغ کوچیک بریم برگردیم و من بر اساس همین صحبتی که الان شد که جبر و اختیار رو میخواییم ببینیم چگونه باهاش کنار میام، یک میتیشنی میخوام بدم که عزیزان تجربه بکنین و بعد خطا رو باز میکنیم و بیاین سوالی اگر دارید در خدمتتون هستیم. با ما باشیم، میریم و برمیگردیم. این همش کن خار هستی را ز پای دل بکن تا ببینی در درون خیشتن گلزارها شناخ و کشف گلزارهای درون ما عشقی والا و عمیق به خود را می‌طلبد تا در پرتو آن تجربه نمایی رهایی از خارهای هستی حسادت، بغض، غرور، عصبانیت، غمگینی، بیماری‌های روحی و در نهایت جسمی را. این گونه است که شاهد طلوع خورشیدی با تار و پود عشق از اعماق وجودمان می‌گردیم و یا به گفته عطار نه یک خورشید که هزارها. اگر ز پیش جمالت نقاب برخیزد ز ذره ذره هزار آفتاب برخیزد. در پرتو این آفتاب‌ها نه تنها خود
بلکه جهانی را پر نور می سازید و تجربه می کنید سلامت جسم، نشاط روان و آرامش روح. اجازه دهید با سی دی ها و وی سی دی های مراقبه و تمرکز فکر و سمینارهای چند روزه خود در این راه پر پیچ و خم با شما همراه. سفری به خیشتن خیش با شهبر مصور رحمانی، چهارشنبه ها ساعت 12 از شبکه جهانی تصویر ایران. سفری به خیشتن خیش با شهبر مصور رحمانی، چهارشنبه ها ساعت 12 از شبکه جهانی تصویر ایران. خب برگشتیم به استودیو. من بر اساس گفته‌های آقای بصیریان نازنین میخوام که میتیشن رو خیلی کوتاه بدم به خدمتتون و بعدم خواهش کنم همین میتیشن رو اگه آقای بصیریان موافق باشن به انگلیسی ایشون بدم. یه خیلی کوتاه فقط برای اینکه این میتیشن هایی که من اینطوری میگم که اغلب بارها هم گفتم واقعا به معنای واقعی میتیشنی که میگیم نیست، ولی یک نگاه عمیق‌تر به خوده در اون مسیر. اون وقت در مسیری که شما این نگاه به خود کردین و آماده شدین، حالا میرین دنبال این که چگونه ببینین جواب سوالتون به وجود بیاد. به همین دلیل تنها همینه. خب یک لحظه به خودتون بیاین، تمام تمرکز رو برگردونین به خودتون. Be within yourself and concentrate within yourself. یک نفس آرام و عمیقی از بینی بکشید و تمام انرژی سالم کننده و آرام جهان هستی رو به داخل بدن دعوت کنید. Take a deep breath through your nostrils and create all the beauties of life existence within yourself. کاملا ریلکس، فوق العاده آروم و در بازدم اگر احساس ناراحتی در بدن هست، غمی هست، دردی هست، همراه بازدم بریم به در جهان هستی برای تسلیم. شانتی شانتی شانتی، پیس پیس پیس، bring all those pains that are laying within you out of your body through the exhale. کاملا ریلکسین، فوق العاده آرومی و اجازه بدین هر لحظه که میگذره آرامتر و ریلکستر بشه. شانتی، پیس، آرام. و حالا در درونتون برگردیم به زمانی که ببینین اتفاق مهمی که تو زندگیتون افتاده و به یاد بیارین. While you're doing this, all those memories, the worst, bad, ugly, remember those. And بهشون نگاه کنین و ببینین خودتون کجای این خاطره بودید. آیا در جایی از این خاطره کی باعث این اتفاق افتاد؟ کی این اتفاق به وجود آورد؟ Analyze and recognize, were you part of all those course of events? آیا کاری میتونستیم بکنیم که نکردیم؟ یا کاری میبایست میکردیم که باز انجام ندادیم؟ دقیقا به خودتون نگاه کنیم، تنهاییم با خودتون، دقیقا ببینین چگونه میبینین این ماجرا. While you're doing this, analyze, were you part of the problem or were you part of the solution? Analyze. کاملا ریلکس و آرام. اجازه ندیم که
هیچ چیزی شما رو به هرجان بیاره. یا به قد دارین نگاه میکنین به صحنه. No excitement and no recall of the past. Replace them with relaxation that it is right now within you. Very calm. و حالا صحنه رو در نور سفید بذارین محو بشه و ببینید که کم کم این صحنه از ذهنتون خارج میشه، در نور سفید محو میشه. Create a red light, a white light, and try to dissolve all the memories, the pictures that you have within bright light of whiteness. Let them disappear. و حالا به یاد بیارین قشنگترین و زیباترین خاطره زندگیتو و بهش نگاه بکنین. Now recall those beautiful course of events that you've had in life and rub yourself, remember them and be part of them. نگاه میکنین ببینین که اینجا شما کجا واستادین. آیا شما اینو به وجود آوردین برای خودتون، یا این اتفاق بود، قضا و قدر بود، جهان هستی بود؟ شما کجای قضیه واستادین؟ چقدر شما دخالت داشتین؟ اینو خوب بهش نگاه کنین. Do you see yourself now in the other scenario? It's bright, it's joyful, it's happiness. Were you part of the solution? Where do you find yourself in this? کاملا ریلکسین، فوق العاده آرومی. باز کاملا به صحنه نگاه کنید و به هیجان نیاید. فقط ببینید شما بیننده خودتون شدید. دارین خودتون رو نگاه میکنید. You are now yourself. You are now the observer. Peace. Go within yourself. Recognize this very joy. و حالا اجازه بدیم باز این صحنه محو بشه. و همینجور که این صحنه داره کوچیک و کوچیکتر میشه، برگردیم به خودتون و از خداوند و جهان هستی تشکر کنیم برای این لحظه و این دیدگاه جدیدی که پیدا کردیم. And now let this stage, let the stage of impermanence appear. Be thankful to the universe for this very moment that you created. Tahir, Anicca, the law of impermanence. و حالا من از یک تا سه میشمرم. و وقتی گفتم سه، چشماتون رو باز کنین و به دنیای پر از عشق و محبت لبخند بزنین. Count till three. By number three, open the windows to the new life by opening your eyes. یک، کاملا ریلکسین، بدن و روح و روان همه سالم شاداب. دو، کم کم میدونین کجا هستین، با دستتون به یه قسمت بدن بمالیم، لمس کنین خودتونو، صورتتونو، دستتونو و سه، چشماتونو باز کنین و به دنیای پر از عشق و انرژی لبخند بزنین. Recognize yourself number one. Touch your beauty. Touch your body, touch yourself, number two. And with number three,
open your eyes with joy and smile and recognize few minutes can do miracles such as this. خیلی متشکر از همه شما که این میتیشن رو با من انجام دادین و از شما آقای بسیله نازنین چقدر زیبا اینو به انگلیسی گفتین. من خودم اینجا داشت کم کم میخواستم که برم چشام ببندم و برم و جزو پارتیسیپن بشم، ولی فکر کردم چه بکنیم، واقعا چه صدای زیبایی، یک دنیا از شما ممنون. شما عزیزانی که با ما این میتیشن رو کردین و تو برنامه در برنامه بودین، از حالا به بعد خط بازه خط استودیو همون 818 رو اگه بگیرین در خدمتون هست، مگه سوالی دارید و خط پایین اون تلفن‌های پایین البته در تمام 24 ساعت بتونید زنگ بزنید، پیامتون بذارید، ما در خدمتون خواهیم بود. اجازه بدید من اول خط رو بگیرم. بفرمایید، رحمانی هستم، بفرمایید و یادتون باشه تلویزیونتون کم کنید. من یه سوالی داشتم از خانم رحمانی. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. خانم رحمانی هستم، رویر. بله شما رویر هستی. تلویزیون نگاه نکنید چون دیلی داره. خیلی ممنونم از لطفتون، برنامه قشنگتون، استفاده خیلی زیادی ما میبریم از برنامه هاتون، به خصوص با این گیفت قشنگی که امروز اومدین روی ایس. بله مرسی واقعا جناب بصیریان، خیلی ممنون، مرسی. یه سوال داشتم از ایشون اگر امکان داره. بفرمین، ایشون گوش میکنن، بفرمین. جناب بصیریان خیلی ممنونم از لطف و مرحمتتون. من مولانا شناس نیستم ولی یه سوالی دارم، امیدوارم که بتونی شما کمکم کنین که اینو یه بیشتر درک کنم. در مورد مولانا و برخورد ایشون با شخصیت زن می‌خواستم ببینم آیا از شعرهایی که اینجا اونجا به گوش من میرسه و یا میخونم به نظر میرسه که اون احترامی که زن استطاعتش رو داره مولانا بهش نداده، یا من شاید متوجه نشدم، ممکنه در این زمینه یه مقداری توضیح بدین؟ بله ممنون میشم از لطفتون. من از تلویزیون گوش میدم اگر سوالی نیست. مرسی، خیلی ممنون، متشکرم تلفنتون، مرسی. بفرمایید. خدمتتون عرض کنم مولانا شناس در دنیا وجود نداره، مولانای رومی در دنیا وجود نداره. جرقه ای آمد، آتشی برپا شد و تا این روز هم نور و هم گرمی گریبانگیر شده. لذا برمیگردیم به آدم و حوا، اینو شما بدونید. از اون زمان آغاز که در آدم و حوا مایند به وجود آمد، فکر به وجود آمد، دو دستگی از اصل خیش آغاز شد. اگر شما شعری رو میبینین که ترجمش به دلخواه شما یا به دلخواه یک نویسنده نبوده، اون رو بذارین به دست کهکشان، برین از اون هزار هزار قطره‌ای که به عنوان شعر نوشته شده یک دونه از اون رو بگیرین و یک عمر مست هست. خیلی ممنون، مرسی. اجازه بدید خط دیگه رو بگیریم. بفرمایید، رحمانی هستم. الو سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر. روز شما هم بخیر جانم. خسته نباشید خانم. من پیشاپیش عید سعید قدیر رو بر شما و همه مسلمانان و دوستان آقا امیرالمومنین تبریک و تهنیت میگم. ممنونتون هستیم، همینطور برای شما مبارک باشه. موفق باشید. من تشکر میکنم از برنامه‌تون و شاید دفعه دومه من دارم برنامه شما رو میبینم و خیلی آشناییت ندارم با این بحث هیپنوتراپی و اینها. حالا میخواستم هم که یه مقدار توضیحات بیشتری بدیم که ما هم آیا خودمون بدون حضور استاد یا بدون حضور کسی که کمکمون بکنه میتونیم تو منزل این کار انجام بدیم و در چه کارهایی میتونیم از این استفاده بکنیم. مثلا چون من کارهای مختلفی انجام میدم تو طول روز، یکی از چیزایی که هم برام مهمه هم
یه مقداری حواسم زیادی پرته. بحث موقعی که میخوام شروع کنم به نماز خوندن، حواسم همه جا هست غیر از اون جایی که باید باشه. یا مثلا کارهای دیگه که میخوام انجام بدم، یه موقعی حواس آدم نیست، که هم فکر آدم پراکنده است. میخوام که از این علم میشه تو این مسیر استفاده کرد؟ یعنی من مثلا قبل از که میخوام شروع کنم به نماز، میتونم یه تمرکزی بگیرم، کاری میتونم انجام بدم که بهتر بتونم ارتباط خودم با خدا برقرار بکنم؟ میشه استفاده از این مطلب کرد یا نه؟ مرسی. چه صورتیه؟ چون بحثایی که میشه بحثای حالا مختلف هست، اما من تو این مطلب برام مهم بود که میخواستم که چقدر میشه از این شیره تو این کار استفاده کرد و واقعا تمرکز فقط به این شیره هست که شیره های دیگه ای هم وجود داره برای تمرکز. بله، خواهش میکنم. ممنونتون هستم. از روی گوش کنید، شما در مورد هیپنوز صحبت میکردین. هیپنوز خیلی به شما میتونه کمک بکنه. من سیدی های در این زمینه دارم و حتما بعدم من زنگ بزن در خدمت میرسم. من میخوام این لحظه و مقتنم بشمرم و اجابه بذاریم عزیزانی که از آقای بصیریان سوال دارن سوالاشون بکنن. جوابی دارم برای خواهش میکنم. بفرمی خواهش میکنم. عزیز دل، میگن مدیتیشن بدون عبادت امکان نداره و عبادت بدون مدیتیشن قابل وجود نداره. از شما خواهش میکنم قبل از اون که خواسته باشین نماز و اون عبادتتون رو بکنین، چشمتون رو برای 5 دقیقه 10 دقیقه ببندین، بعد شروع کنین به آرامش و زنگ بزنین به خانم رحمانی، این تجربه رو با دیگران شریک بشین. سپاس. ممنونتون. مرسی جانم. بفرمایید رحمانی هستم. الو، سلام علیکم. خانم رحمانی، میخواستم ازتون تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون. من یکی از طرفداران برنامه شما هستم. خیلی ممنونم از امروز با مهمونی که دعوت کردین ما داریم بهشون استفاده میکنیم. سوالی که بر من پیش اومد، میخواستم نظر ایشون رو راجع به برخورد مولانا با دین و یا ادیان به چه صورت میبینن. ممنونتون هستم. مرسی نظرین. از روی گوش کنید. بفرمایید. چقدر زیباست. نه غربیم نه شرقیم، مکانم لا مکان باشد. زمانی انسان به یک حد از زندگی میرسه که دین همانند جاده میمونه که در اون جاده انواع و اقسام موجودات و زیست در سفره. مسیر یکیست و مسیر مولانا هم بعد از عمری ریاضت به این نتیجه رسید که هر جا که روم مقصد و مقصود توی تو، گر رو به حرم آرم و گر رخ به کلیسا. و امیدوارم جلسات دیگه بشه که بیشتر صحبت کنیم. من میدونم الان خطای دیگه هم هستن، ولی خواهش میکنم که حتما دفعه های دیگر تشریف بیارین که راجع به این مسئله که بسیار حساس و زیبا هست صحبت کنیم. شاید چراغی روشن بشه در این سوال. ممنونتون هستم. جانم بفرمایید رحمانی هستم. سلام بر شما. سلام عرض می‌کنم. یکم بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید. بله بله. من سوالم این بود که مقداری از مسیحی‌ها هستن که میگن که مولانا چیزشو از عیسی مسیح گرفته، یعنی الگویشو یا اینسپریشنشو، از این نظر که اون هم درباره خدا رو به صورت عشق توصیف میکرد و میخواستم بگم آیا یه رابطه بین اینا هست؟ آیا درسته که خود مولانا هم یعنی با این بینش آشنا بوده؟ اوکی، ممنون. فرصت من روی گوش کنیم. بله، چیزی که خدمتتون عرض کنم راجع به حضرت مسیح عزیزمون، ببینین هر موجودی امروزه اون خاصیت‌های زیبای پیامبران رو یکی یکی
در نهادشون هست. پرسیدم از استاد چرا میگویند در مرتبه خاص بشر انسان است. فرمود خدا گفته که روحم در اوست، زین روست یقین که بخشی از یزدان است. عزیز دل، شما اینه بدونید وقتی که روح ایزد، روح خداوندگار، روح الله، روح خای، روح لرد در وجود شخصی بره، میشه اون چیزی که باید بدرخشه. ممنونت جانم. بفرمایید، رحمانی هستم. الو، سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. خانم رحمانی. بله سلام. عزیزم سلام نازنین. قربان شما، من زمینگار آربانی هستم. میگید دوباره که من شما رو زیارت میکنم، واقعا خیلی خوشحال میشم. همتون آقای دکتر، واقعا این اسما لایقتون هست که خداوند به شما هدایت کرده. من اینقدر ذوق میکنم، نه حسودی میشه واقعا یا افسوس میکنم، اما خوشحال میشم که همچنون بندگانی خداوند برای ما سرامو گذاشته. لطف داری، ممنون از تلفنتون. میدونم آقای بصیری هم داشتن اشاره میکنن که نگین دکتر، چون من دکتر اینو خواستم. من دکتر نیستم اصلا. از سر با خطو نه گوش میکنن رو ایران. از سر بالین من دور شو ای نادان طبیب، دردمند عشق را درمان به جز دیدار نیست ای عزیز. چقدر زیبا. خب این لطف عزیزان است. من بارها تو این 10 سال اینقدر به ما این مدرک دکترا دارن که یه زمانی من گفتم آقا برم دکترا بگیرم که دیگه نگم که من دکتر نیستم. واقعا لطف دارن، محبت دارن نازنینان، و این خودش باعث تشکر ماست. اجازه بدید من یه چند تا انانسمنت هم بدم تا شما عزیزان. دلم میخواد در مورد مدیتیشنی که انجام دادیم بیاین و بگین آیا یک دیدگاه جدیدی براتون باشه با اون مدیتیشن. تا شما بیاین من اینو اعلام بکنم که اولا عزیزانی که از نروژ برای من مرتب زنگ میذارن که خانم رحمانی آیا در سال 2011 سمینار در اونجا خواهید گذاشت، بله قرار شد ما سمینار رو بذاریم. از 2 جون تا تقریبا 15 جون من در نروژ هستم و در اونجا سمینار کامل و باز دو مرتبه چاکراها رو میذاریم، ریکیو میذاریم و اگر بشه بالانس چاکراها هم ما ببخشید من دستم مسکه جلوی چیز گرفته بود صدا رو، در نروژ خواهیم گذاشت. در حال به زودی اینو در ارزم به حضورتون وبسایت خواهیم گذاشت. امروز ما یه خوده چون عادت نداریم به این همه تکنیکات بسیار والا اینجا یه خوده گم شدم من، چون معمولا تو صندوق من میشنم روبروی کامرا حرفمو میزنم، اینجا رو بعد موقعی که تنها به یه دوربین نگاه کنم، موقعی که دو نفریم به جای دیگه. خلاصه آقای اندروی نازنین خیلی زحمت میکشن، ممنونشون هستیم، ولی خب ما رو ببخشین دیگه، خلاصه خود ناوارد کار میکنیم. ارزم به حضورتون که از سمیناری فرانسکام که گفتم خدمتون در آلمان و هلند هم هستم. من 23 24 در هلند هستیم و از 26 می تا اول جون در فرانکفورت هستیم. تمام جزئیات در وبسایت من هستش، میتونیم با اونا شما تماس با وبسایت تماس برقرار کنیم و ببینیم که کرومو دوست داریم بیان. جانم بفرمایید، رحمانی هستم. الو، قطع شد. دوباره بگیریم، مثل که گفتن قطع شد، من در آخرین لحظه صداتون شنیدم. یک بار دیگه باز من در مورد سیدی جدیدم تبلیغمو کرده باشم. این سیدی که من با تکنیک هیپنوز با تکنیک NLP و بعد جالبیش اینه که برای خودم، چون من فکرم شاید تنها سیدی دنیا باشه که من از اشعار مولوی استفاده کردم پیامو به اون روحمون برسونم. چرا من اینو استفاده کردم؟ چون من فکر می‌کنم هر چیزی که از کنترل خارج میشه ریشه‌اش خیلی بیشتر از اون چیزی که ما می‌بینیم. بنابراین من سعی کردم که هم با روانتون، با جانتون، با هر قسمتی از بدن صحبتی داشته باشم و بتونم لمستون کنم تو این مسیری که میخواین موفق بشین. بنابراین این سیدیو سفارش بدین که ببینین در چش چیه. و همیشه که بارها من گفتم خدمتون، تمام این پروداکت‌های ما اگر دوست نداشتین برمیگردونین، بدون سوال جواب پولتون رو ما به شما برمیگردیم. خب آقای بصیری نازنین، ممنون از اینکه تشریف آوردید. به عنوان حسن ختام چه پیامی از مولوی می‌خوایم به این عزیزانی که به زبان انگلیسی هستن ولی فارسی نمیدونن جلوی تیوی نشستن بگیم؟ Truly, as a basic ABC, introduction to Rumi, I would like to share with you the 4 elements of existence.
and that is باد و آب و خاک و آتش بنده اند با من و تو مرده با حق زنده اند آب is وجود existence باد air you do not see it it is hidden it's invisible آب و باد و خاک انسان human created by with earth from the day one آتش خورشید گرمی خورشید که در درون یکایک زیست بشری و زیست حیوانی وجود داره هر زیستی با من و تو مرده با حق زنده ان from within in front of me and you they have no life they're lifeless but in the real sense of almighty the universe the lord they exist so long ممنون اجازه بدید یه خط آخرم بگیریم بعد من خدافظی کنم جانم بفرمایید رحمانی هستم الو بله بفرمایید سلام عرض کردم خانم رحمانی لطف میکنید جانم تشکر از برنامه بسیار خوبتون و همینطور خوش آمد میگم به مهمان عزیزتون لطف میکنید جانم که من مطلبی دارم و الان تلفنی که میکنم خدمتتون تلویزیون در اختیار ندارم یعنی من از تلفن سنی که ما کنار تلویزیونمون هست قطعه من از تلفن دیگه صحبت میکنم من خواهش میکنم جواب منو چند دقیقه دیگه لطف فرمایید که من برم پای تلویزیون چه؟ و اون این سوال من اینی هستش که اینشون فرمودن که چون قضا آید همون شعر معروفشون رو خوندم و تعبیر اون این بود که مولانا جبری هستش من بیتی از مولانا به دفعات شنیدم که ایشون گفتن که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سرم اینجا این شعر مولانا با اون مطلبی که ایشون می‌فرماین مقایت داره و در تضاد هستن من خواستم که این رو خیلی ممنون و ببینن که آیا اون شعر درست هست و یا نه من خواهش میکنم جواب منو سریع بریم نه سریع بریم چون ما باید برنامه ببندیم ممنونتون هستم مرسی عرضم به حضورتون تا شما برسیم به اون اتاق من باز از خودی منم این مطلب رو باید بگم که بسیار سوال دارم از خدمت ایشون و به این آسونی این قضیه رو نمیذاریم تموم بشه چون من فکرم خیلی بحث جالبیه و واقعا برای خود من سوال انشالله در جلسات بعد حتما مطرحش میکنیم ولی الان انشالله شما رسیده باشین به اتاقتون شما یک دقیقه وقت دارین که از گفته آقای اندرو که جواب ایشون رو بدید بفرمایید اگر میشه توی یه دقیقه هر گفته‌ای تجربه‌ای داره امروز باد از این ور وزش داره فردا از این ور روز بعد از شمال و روز بعد از جنوب در اون گردبادی که در مولانا به وجود آمده بود هر لحظه مولانا از خود نبود اگر کسی نبود که این گفتارها رو می نوشت خود مولانا اصلا وجودی نداشت که امروز بنده و شما راجبش گفتگو میکنیم سپاس بدونین با اون گفتهی که شما داریم سپاس میگم با اون گفتهی که بنده دارم و هزارها هزار موجود بشری که امروز به زبانهای متعدد از این هدیه بشری دارن لذت میبرن ممنونتون در واقع مثل اینکه آقای بسینه همون که خود مولانا این اجازه رو ما داده که هر کدوممون در هر کجا که هستیم از زن خودمون یادش بشیم من فکر کنم دست واری تیز یک دنیا متشکرم آقای بسینه از که تشریف آوردین راه دوری رو تشریف آوردین ایشون مرتب مسافرن ما اگه بتونیم باز هم ایشون رو ما یک بار داشته باشیم بسیار خوشحال میشیم قول میدین به ما شما اینو من به وطنم عشق میورزم و قول میدم به هم زبانم
که این کار انجام بشه تا زمانی که زیست داشته باشه. به به، بسیار عالی، ممنونتون هستم از شما عزیزان تا این لحظه با ما بودین، یک دنیا متشکرم. از اتاق فرمان آقای اندرو خیلی تشکر میکنم که با ما ساخت که وارد نبودیم زیاد، در جای به این خوبی قرار بگیریم و به امید اینکه تا هفته آینده همه شما نازنینان در نهایت سلامت جسم و جان و روح باشین و شما رو به خدای عشق میفرستم. مرسی از توجهتون.